بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله جعفر ابن محمد سلام الله علیهما قال قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام لا یقل مع التقوى عمل. وقتی شما تقوا دارید و متقی هستید، هیچ عمل خیری که از شما صادر شود کم نیست. یک صلوات ولو بفرستید، یک سبحان الله بگید، یک صدقه ای بدید، یک صله رحمی بکنید، هر کاری که بکنید، وقتی دارای تقوا هستید اون عمل، عمل کوچکی دیگه نیست. تقوا خاصیتش اینه. تقوا مثل روحی است که در جسم اعمال نیک و خیر انسان وارد می شود و به او حیات می بخشد، ارزش می بخشد، علو می بخشد. این بیان را حضرت فرمودن، امیرالمؤمنین فرمودن لا یقل مع التقوى عمل. بعد استدلال میکنند بر این بیان. این جالبش اینه که این بزرگوار بعد از آنی که این حقیقت رو بیان میکنند، یک استدلالی هم در ذیلش ذکر میکنند و او اینه، می‌فرمایند و کیف یقل ما یقبل. چطور کم حساب می‌شود اون عملی که مورد قبول پروردگار؟ انما یتقبل الله من المتقین. دیگه وقتی شما تقوا دارید، هر عملی که انجام بدید مورد قبول. وقتی که عملی مورد قبول ذات مقدس پروردگار قرار گرفت، دیگه این عمل کم نیست. این دیگه هر چی باشه، همینقدر که مشرف به قبول باری تعالی شد، عمل انسان ارزش پیدا میکنه، علو پیدا میکنه. لذا میفرماید که با تقوا هیچ عملی کم. بله، اگر تقوا نباشه اون وقت عمل قبول و عدم قبول عمل یک مشکله بزرگی است برای انسان. گاهی انسان عملی رو انجام میدهد، زحمت اون رو هم متحمل میشه، لیکن مورد قبول قرار نمیگیره. در روایت داریم که بعضی هستن که شب پا میشن نمازم میخونن، اما جز بیداری هیچ گونه آیدی بر اونها در این کار وجود نداره. همین بیدار شدن و خواب انسان ناقص شدن و خراب شدن و همینه، آیدی او فقط اینه، یعنی قبول نمیشه. حالا یا این است که قبول نشدن خدای نکرده به خاطر یک عمل حرامی است که اون عبارت است از ریا، چون ریا علاوه بر اینکه مبتلع عمل است، خودش هم حرامه، نوعی شرک است ریا. یا به خاطر اینه، یا به خاطر این است که نه، ریا و عمل حرامی وجود ندارد، توجه نداره، یه هوا هم پا میشه مثلا نمازی میخونه بدون توجه، بدون خشوع، بدون ذکر.
فایده ای نداره. بنابراین تقوا اگر بود، این تأمین شده است. یه نمای تقبل الله من المتقین، صفحه 61.